سینما یه جوری آینه اجتماع در واقع. طبیعتا قصه حماد طلا یه قصه تخیلی نیست، کاملا یه قصه اجتماعیه و اگه قرار سینما آینه اجتماع باشه من سعی کردم که ببینم. تو شرایطی هستیم، شاید خوشایند نباشه برای بعضی، ولی توی باتلاقی قرار گرفتیم که روز به روز داریم از نظر اجتماعی در واقع توی باتلاق داریم میریم پایین و غرق میشیم. قصه من در واقع تعریف یک باتلاقی بود که در واقع این قصه انگار زمینه یک باتلاقیه که یه سری آدم‌های تلاشگر در این حال که دارن تلاش میکنن توی این باتلاق دارن فرو میرن. پمپ بزن. بگی پایین دستتو، دستتو بگی پایین، هر اون میشه روی کارگر رو نایمدن؟ من سالها حرفه‌ای داشتم که در حرفهای دیگران مشارکت میکردم، در بیان حرفهای دیگران. حرفه من پشت دوربین بود سالها و این دفعه اومدم یه حرفی بزنم. وقتی حرف میزنم دیگه با حرفم فرق میکنه، این حرف من، حرفه من نیست، حرفه من فیلم برداریه ولی حرف من فیلم سازیه. ببین من قصه اولیه که داشتم در واقع داستان دو نفر بود که میان میخوان بیزنس کنن ولی راه و روش بیزنس رو بلد نیستن و شرایط بیزنس هم مساعد نیست و روز به روز دارن ضرر رو متحمل میشن. به پیشنهاد در واقع دوستم هادی نادری که توی فیلم نام من کمک کردن، یه مدت خودشون توی یه کارگاهی کار میکردن، کارگاه طلاسازی. از جزئیات اون کارگاه که به من گفتم گفتم خب اوکی، این شغل کاراکتر راوی ما بره توی اون کارگاه، تعریفش کنیم که توی کارگاه طلاسازیه. و بعد از اینکه متوجه شدم شغلی به نام قالکاری هستش، یه شغل به نام قالکاریه که در واقع جواهرسازا آشنا هستن با این شغل که از پسماند در واقع فاضلا به کارگاه های طلاسازی هر 10 سال 20 سال یه بار میجوشونن، ذوب میکنن و طلایی پرت شده توی کارگاه رو دوباره بازیافت میکنن به دست میرن. خب این ایده جالبی میتونه باشه. ولی این شغل از اونجا اومد به پیشنهاد دوستم که همکارم در فیلمنامه‌نویسی بود، هادی نادری. این شغل اومد و دیدم که چقدر موقعیت بکریه و برحال به قول شما دست روی یک موقعیتی گذاشتیم که کمتر کسی بهش اشاره کرده یا شناخت داره. میگم ما مثل اصحاب کف شدیم، شب میخوابیم صبح میشیم همه چی تغییر میکنه، قیمت‌های دلار، قیمت ارز، قیمت نمی‌دونم طلا، قیمت همه چیز در حال تغییره. خب طبیعیه این تغییر چیز نیست، واقعا توجیه طبیعی نداره این تغییرات خیلی بالا و پایین. یه جورای همه تو این باتلاق هستیم. به قول علی دوشابچین صاحب کارگاه میگه اینجا کسی با دزدا کاری نداره، مال باخته ها تحت تعقیبن و اینجا واقعیت اجتماعی ماست. به جایی نمیرسیم، اینجا کسی دنبال دزدا نیست، مال باخته ها تحت تعقیبه. نه بابا، کارگاه جدید کجا بوده؟ میخوام برم تو کار بدل ایجاد. من بیا کمک کنم، هم سودش بیشتره هم مشتری داره. برو کمک بگیم بگیم بگیم. آره نه دیگه، الان کسی دیگه دنبال اصل نیستش که، همه دنبال بدل هم. باشه قربونه یا علی، خدا حافظه. ببینی من دهنم اینجاست، اینجا رو نگیم. خود من از طبقه بورژوا نیستم، خود من در واقع خود من یه طبقه کارگری تو این اجتماع دارم زندگی میکنم، بنابراین طبقه رو خوب میشناسم، طبقه متوسط و متوسط به پایین رو خوب میشناسم، آرزوهاشون، ناکامیهاشون، دردهاشون رو خوب میشناسم. و این کارگرایی که توی این فیلم بودن واقعا کارگر واقعی بودن. مثلا من روز که سکانسی که میگرفتم همون جایی که باید این پازلا رو بیارن تخلیه کنن اینا، من دیدم دوستان تولید و برنامه‌ریز من رفتن، خب یه سری هنرمند برای من آوردن. اولیشو که دیدم گفتم این که از آقای گلزار معروف‌تره، تو همین فیلم‌ها تو بک‌گراند هستش، این نمیتونه کارگر من باشه.
بنابراین رفتم واقعا کارگرای واقعی توی قلعه حسن خان رو که با بیل و کلنگ وایساده بودن کار کنند من آوردم کار خوب بکنم منم شیتل خوب میدم بهش حتما اونجا صد لیوانی چیزی بذارید زیر کیسه ها بعد که اونا خوش شد در آخر ما میسوزونیمشون که حالا اون مرحله آخر من بعدم میگم الان مهندس اینجاست منم از دور نظارت میکنم اگه چیزی لازم بود من در خدمت رول اصلی من آقای پیام احمدی نیا بودن که نقش رضا کیفی بازی میکردم از دوستان پشت صحنه سینما بودن سالها دستیار کارگردان بودن و توی چند فیلم کوتاه بازی داشتن توی دو سه سال گذشته در یکی دو تا فیلم بلند دیگه هم رول های کوتاهی داشتن ولی اساسا بار یک فیلم کامل به رو دوش این دوستمون دعوا گذاشته نشد تا این فیلم که پیشنهاد بهشون دادیم خب قابلیت های خوبی داره مالش درست از دست من زدن درست این همه سال جونم گذاشتم کف دستم واسه تله هاش معرفتم خوب چیزی بابا بخش دوربین نداشتم برای اینکه با استوریبول میرفتیم جلو بعد با استوریبول تمرین میکردیم و برداشتمون هم در نهایت نتیجه همون تمرین ها بود که من استوریبول در اختیار در واقع مدیر فیلم برداری و مدیر هنری کاری هم طراح صحنه قرار میدادم آقای مجید علی اسلام بر من صحنه رو میچیدن و بعد تمرین میکردیم و میگرفتیم خب اینجوری فکر کردم که خیلی 100% فوکوسم روی یک کار من فقط باید کارگردانی کنم برای اینکه نیروهای متخصص و با تجربه من دعوت به کار کردم باید از تجربه هاشون استفاده کنم بار خودم رو سبک‌تر کنم که تجربه خیلی خوشایندی بود برام که اینکه یک فیلم بسازم چرا به دوری دستم و خوشحال است این تجربه اولم که هیچ فیلم نامه نداشتم و فقط روی کار بداهه استوار بود و این کار تیمی بداهه بود این یکی نه اینکه کاملا حساب شده با هر حال روی همه سکانس ها فکر شده یعنی در طول فیلم برداری هم من بیاد نمیارم یا گروه بیاد نمیاره که من یه دفعه حوض کرده باشم بگم یه نمام اینجوری بگیریم شاید به درد من بخور اصلا نداشته من چیزی جین بود که کاملا یک فیلم تجربی بود رفتم بدون هیچ مجوز قانونی در زمان مملوکاری من ساخته شد بیشتر فیلم درمانی بود برای من اون زمان من گفتم خب 100 سال سینما همه دارم فیلم میسازن من یه بار تصمیم گرفتم فیلم خراب کنم ببینم موفق میشم فیلم خراب کنم فیلم نسازم فیلم خراب کنم مثلا با این ذهنیت که فیلم خراب کنم من استاپ زدم نه فیلم بسازم و اینکه یک تایمی بود که من باید خودم سرگرم میکردم و اینکه بمونم و کار کنم بنابراین اون فیلم تجربی بود که خیلی از بخشاشو خودم انجام دادم نمیشه گفت یک سکانسش خیلی پیچیده است سکانسش زیاد داشته مثلا سکانس مزایده چاه رو که شما ببینید خب دوربین کاملا از بیرون شروع میکنه توی یه حیاتی یه مزایده یه بعد با کاراکتر وارد داخلی میشه دوباره میاد بیرون و تغییر لنز های خیلی مختلفی داره اونجا حاج قاسم 30 میلیون 45 شما 50 تا 50 میلیون 1 آقا الفت 50 میلیون 2 آقا 60 میلیون ببین رضا اگه این مزایده به هم بخور من پوستتو میکنم آقا بچش نر یکیشو ساختم 10 تا مورد بسید نوازیم بگی نمیدونم که تو بکشید نه یازده و یازده تا حرف زدم یکیشو هر یه حرف هم زدم با هم حالا تنم 10 تا از حرف هم بالا هر یه حرف دیگه اضافه نشه به تا این لحظه که ما حرف بزنیم 10 تا دیگه از حرف هم مونده که مکتوبه نوشته شده به شکل فیلم نامه خیلی هم داخل هم خارج از کشور شما میتونید در یوتیوب با زدن دکمه سابسکرایب صفحه دید آرت رو دنبال کنید. مصاحبه های اختصاصی با هنرمندان و ویدیوهای بیشتر در یوتیوب ما.